آنژیوگرافی از اون واژه‌هایی که احتمالاً بیش از چندین بار اون رو از اطرافیان، تلویزیون و سایر رسانه‌ها شنیدید یا مطالبی در موردش توی اینترنت خوندید. دلیل پرتکرار بودن این واژه چیه؟ چرا آنژیوگرافی الان نسبت به قبل در حال بیشتر شدنه و هر سال افراد بیشتری با اون سر کار دارن؟ سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری‌های داخلی جراحی و این ویدیو برای پاسخ به سوالات پرتکرار در زمینه آنژیوگرافی و آشنایی هرچه بیشتر شما با روند آنژیوگرافی و مراقبت‌های قبل، حین و بعد از آنژیوگرافی. آنژیوگرافی روشیه که از تصویربرداری اشعه ایکس برای دیدن رگ‌های قلبی استفاده میشه. این آزمایش معمولاً به منظور بررسی بعضی از بیماری‌های قلبی مثل انسداد و گرفتگی عروقی و تشخیص مشکلات جریان خون به قلب کاربرد داره. در طی آنژیوگرافی نوعی رنگ که توسط دستگاه اشعه ایکس قابل مشاهده هست به رگ‌های قلب تزریق میشه. به این رنگ میگن ماده حاجب. با کمک دستگاه اشعه ایکس و رنگ‌های تزریق شده به سرعت یه سری تصاویر از رگ‌ها گرفته میشه و بعد روی مانیتور ظاهر میشه. این تصاویر به طور واضحی هر گونه تنگ شدگی یا انسداد عروقی رو به تصویر میکشن و از طریق اونها پزشک متوجه میشه که کدوم یکی از رگ‌های بدن باعث بروز مشکلات قلبی شده. حالا مشکلات قلبی شما ممکنه درد قفسه سینه باشه، سنکوب باشه یا تنگی نفس حین فعالیت. حالا چرا آنژیوگرافی انجام میشه؟ آنژیوگرافی برای بررسی سلامت رگ‌های خونی و نحوه جریان خون توی اونها استفاده میشه. با این روش میشه چندین اختلال و بیماری عروق خونی رو تشخیص داد، مثل آتروسکلروز که به تنگ شدن شریان‌ها گفته میشه که شما رو در معرض سکته قلبی یا مغزی قرار میدن، تشخیص بیماری‌های شریانی محیطی مثل کاهش خونرسانی به عضلات پا، تشخیص آنوریسم مغزی که در اون رگ‌های خونی مغز دچار برآمدگی شدن، آنژین که به معنی درد قفسه سینه ناشی از کاهش جریان خون در عضلات قلبه، لخته شدن خون در ریه ها یا آمبولی ریه که باعث انسداد شریان های ریه میشه و تشخیص انسداد خونرسانی به کلیه ها. چه علائمی باعث میشه که پزشک آنژیوگرافی رو برای شما تجویز کنه؟ در صورت بروز علائم و نشانه هایی که در ادامه میگم ممکنه پزشک انجام آنژیوگرافی رو توصیه کنه. بروز علائم بیماری عروق کرونر مثل درد قفسه سینه، درد در قفسه سینه، فک، گردن یا بازو، درد جدید یا فزاینده قفسه سینه، نقایص مادرزادی قلبی، نتایج غیر طبیعی در تست ورزش، سایر مشکلات عروقی یا آسیب قفسه سینه و مشکلات دریچه قلب. از اونجایی که آنژیوگرافی ممکنه با عوارضی هم همراه باشه، استفاده از این روش معمولا تا زمانی که آزمایش‌های غیر تهاجمی قلب مثل EKG یا نوار قلب، اکو یا تست استرس انجام نشده باشه مورد استفاده قرار نمیگیره. چه خطراتی داره؟ مثل بسیاری از روش‌هایی که برای قلب و رگ‌های خونی انجام میشه، آنژیوگرافی عروقی هم خطرات خودش رو داره. برای مثال قرار گرفتن در معرض تابش اشعه ایکس یکی از این خطراته که نمیشه ازش گذشت. خطرات و عوارض این روش شامل موارد دیگه هم هست، مثل ریتم نامنظم قلب یا آریتمی، واکنش‌های آلرژیک به رنگی که در طی عمل استفاده میشه، آسیب کلیه، خونریزی یا ایجاد تورم و التهاب پوستی در ناحیه لوله گذاری شده و عفونت محل ورود سوزن. در بعضی موارد آنژیوگرافی عروق کرونر به صورت اورژانسی ممکن انجام بشه، اما در سایر موارد این تست تشخیصی از قبل برنامه‌ریزی میشه و تاریخ اون و شرایط لازم قبل از انجام آزمایش به اطلاع شما میرسه. مثلا شما میرید توی صف آنژیو قرار میگیرید، با شما تماس میگیرن که مثلا دوشنبه هفته دیگه نوبت آنژیو دارید. آنژیوگرافی توی بیمارستان توسط تیم مراقبت بهداشتی با دستورالعمل‌های خاص و مشخصی انجام میشه. قبل از آنژیو هم یک سری کارها رو باید انجام بدید. شب قبلش حتما چیزی نخورید یا ننوشید. تمام داروهای تجویز شده رو با خودتون به بیمارستان ببرید. از پزشکتون در مورد مصرف داروهایی که نوبت مصرفشون اول صبح سوال کنید که آیا مصرف کنید یا نه. و اگر به دیابت مبتلا هستید در خصوص تزریق انسولین قبل از آنژیوگرافی حتما سوال کنید که بزنید انسولینتون رو یا نه، چون ممکنه فرایندش طولانی باشه، ممکنه اونجا توی صف بمونید و
خدای نکرده دچار افت قند خون بشید. قبل از شروع روش آنژیوگرافی، تیم مراقبت‌های بهداشتی سابقه درمانی شما رو از جمله آلرژی‌ها و داروهایی که مصرف می‌کنید بررسی می‌کنند. یه معاینه فیزیکی انجام میشه و در اون علائم حیاتیتون مثل فشار خون و نبضتون ثبت و بررسی میشه. قبل از آنژیوگرافی هم لازمه که مثانه‌تون رو کاملا خالی کنید. ممکنه لازم باشه لنزهای تماسی، عینک، جواهرات و سنجاق سرتون هم برداشته بشه. احتمال داره که قبل از آنژیوگرافی برای تعیین سلامت سیستم انعقاد خونتون یا آزمایش هم تجویز بشه. تمام داروها یا مکمل‌هایی که مصرف می‌کنید به اطلاع پزشک برسونید و هیچ وقت مصرف دارویی رو خودسرانه قطع نکنید. از مصرف آسپرین یا محصولاتی که حاوی آسپرین هستن خودداری کنید. دیپیریدامول یا وارفارین رو ظرف 72 ساعت قبل از آزمایش و 24 ساعت بعد از آزمایش مصرف نکنید. این داروها به عنوان قرص‌های رقیق کننده خون شناخته میشن و از مصرف پلاویکس رو مدت 5 روز قبل از عمل خودداری کنید. اگر مبتلا به دیابت هستید، در بد به ورود به کلینیک برای انجام آنژیوگرافی تیم مراقبت بهداشتی رو در جریان دیابتتون قرار بدید. اگر انسولین سریع الاثر تزریق میکنید، در روز عمل از مصرفش خودداری کنید. در صورتی که انسولین طولانی اثر مصرف میکنید، دوز معمولش رو استفاده کنید و اگر NPH یا دتمیر مصرف میکنید، نیم دوزش رو قبلش مصرف کنید. آماده شدن برای آنژیوگرافی به چه صورته؟ برای انجام آنژیوگرافی شما رو به پشت روی یک تختی که حاوی اشعه ایکس قرار میدن. از اونجایی که این تخت ممکنه در طول عمل تغییر وضعیت بده، ممکنه تسمه های ایمنی رو روی سینه و پاهای شما ببندن. دوربین های اشعه ایکس روی سر و سینه شما مرتبا حرکت میکنن تا از زوایای مختلف عکس بگیرن. یه لوله باریک هم در یکی از رگ های بازوی شما قرار میگیره که همون آنژیوکت هست. البته ممکنه قبل از شروع آنژیوگرافی یا آرام بخش هم به شما تزریق بشه و باعث بشه که در طول آنژیوگرافی احساس خواب‌آلودگی کنید که طبیعیه. الکترودهایی در طی آنژیوگرافی به قفسه سینه‌تون وصل میشه، همونایی که موقع نوار قلب گرفتن وصل میکنن، که در طول عملکرد قلبتون رو مرتب داره پایش میکنه. همزمان یه فشار سنج هم فشار خون شما و یک اکسیمتر هم میزان اکسیژن خون شما رو اندازه‌گیری میکنه. موهای زائد ناحیه ورود لوله یا آنژیوکت اصلاح میشه و بعدش اون منطقه رو ضد عفونی میکنن. یه برش کوچیک رو در محل ورود سوزن ایجاد میکنن و یه لوله پلاستیکی کوتاهی رو در شریان شما قرار میدن. اون کاتتر ممکن از طریق حالا کشاله ران باشه یا ممکن از طریق بازو باشه، فرقی نمیکنه. ممکن از طریق مشت دست حتی این وارد بشه. بعدش رنگ حاجب رو میان تزریق میکنم و این هنگام ممکنه که احساس گرگرفتگی یا افزایش دمای مختصری رو تجربه کنید، اما دوباره وضعیت به حالت عادی برمیگرده. اگر احساس درد یا ناراحتی رو تجربه کردید، باید به تیم پزشکی که بالا سرتونه اطلاع بدید. رنگ تزریق شده در تصاویر اشعه ایکس به راحتی قابل مشاهده و ردیابی هست. همونطور که رنگ در رگ‌های خونی شما حرکت می‌کنه، پزشک هم می‌تونه جریان اون رو مشاهده کنه و هر گونه انسداد یا گرفتگی رو شناسایی کنه. بسته به اون چه که پزشک در طول آنژیوگرافی شما مشاهده می‌کنه، ممکن از روش‌های آنژیوپلاسی با بالون یا استنت گذاری برای باز کردن شریان‌های مسدود شده استفاده کنه. وقتی که از بالون زدن استفاده میکنن، صرفا میرن مثل بادکنک اونجا پرو خالی میکنن تا اون استعداد رو برطرف کنه، و وقتی هم که میگن استنت گذاری میشه، یه فنر اونجا قرار میگیره که دیگه برای همیشه تو اون قسمت از رگتون قرار میگیره. انجام آنژیوگرافی حدود یه ساعت طول میکشه، اگرچه گاهی هم طولانی تر میشه، به خصوص اگر قرار باشه آنژیوپلاستی و استنت گذاری هم انجام بشه و بستگی داره که چند تا از رگتون درگیری داشته باشه و پزشک چه مقدار بخواد وقت صرف کنه. بعد از انجام آنژیو، اون کاتتری که بازو یا کشاله رانتون برداشته میشه و اون برش پوستی با یه گیره یا یک باند مخصوص بسته میشه. بعدش به اتاق خودتون برمیگردید و اگر کاتتر در کشاله رونتون همچنان باشه، باید چند ساعت دراز بکشید تا محل کاتتر کاملا بسته بشه و از خونریزی جلوگیری بشه. بعد از آنژیوگرافی مدت 4 تا 6 ساعت تحت نظر هستید. پرستارانی که توی حالا بخشای معمولی یا پست کت به اصطلاح
کار میکنن میان اون کاتتر رو بر میدارن، خونریزی رو بند میارن با دست، با فشار مستقیم دستشون که ممکنه یه رو تا 20 دقیقه این فشار اعمال بشه و اگر حالا خونریزی دیده بشه ممکنه زمانهای بیشتری هم برای فشار دادن صرف کنن. بعد از اینکه خونریزی بند اومد دیگه شما آماده هستید که بعد از چند ساعت بتونید از تختتون پایین بیاد. قبل از ترخیص هم یه بار دیگه رادیولوژیست میاد شما رو ارزیابی میکنه و بعد نتایج آزمایش رو با شما در میون میذاره. با تشخیص پزشک میشه همون روز به خونه برگردید یا ممکنه یه شب رو توی بیمارستان بمونید. توی این مدت هم لازم مایعات زیادی مصرف کنید تا موادی که در طول آنژیو تزریق شده هم مواد حاجب از بدنتون پاک بشه. از پزشکتون بپرسید که چه زمانی میتونید مصرف داروها، دوش گرفتن، کار کردن و سایر فعالیت‌های عادی رو از سر بگیرید. برای چند روز از انجام فعالیت‌های سخت و بلند کردن اجسام سنگین باید خودداری کنید. اگر دیابتی هستید تا 48 ساعت بعد از آزمایش گلوکوفاژ یا متفورمینتون رو مصرف نکنید تا خطر عوارض کلیوی کاهش پیدا کنه، چون کلیه داره سعی میکنه که ماده حاجب رو دفع کنه و این متفورمین میتونه بار اضافی روی کلیه ایجاد کنه. بسته به اینکه کدوم قسمت از بدنتون مورد بررسی قرار گرفته، انواع مختلفی از آنژیوگرافی ممکنه براتون انجام شده باشه. مثلا آنژیوگرافی عروق کرونر برای بررسی قلب و عروق، آنژیوگرافی مغزی برای بررسی عروق خونی داخل و اطراف مغز، آنژیوگرافی ریه برای بررسی رگ‌های خونی ریه و آنژیوگرافی کلیه برای بررسی رگ‌های خونی کلیه. گاهی اوقات در آنژیوگرافی ممکن از روش اسکن به جای اشعه ایکس استفاده بشه. به این روش میگن سی تی آنژیو یا آنژیوگرافی MRI که نوع آنژیوگرافی هم وجود داره که برای بررسی چشم استفاده میشه که آنژیوگرافی فلورسین بهش میگن. انشالله در ویدیوی بعدی در مورد روش سی تی آنژیو بیشتر صحبت میکنم. مرسی که تا پایان ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید، شخصا پاسخ میدم. یا حق.